85% از مجموع 4,500,000 جمعیت بهره بردار از صنعت کشاورزی ایران به طور سنتی عمل می کنند. بزرگترین مشکل استفاده از روش های سنتی این است که محصول تولید شده امکان عرضه در بازارهای جهانی را از دست می دهد. شرایط بهداشتی و همچنین رعایت استانداردهای فرایند تولید و بسته‌بندی امروز در جهان به شکلی کاملا مدرن و تا حد امکان بدون دخالت دست صورت می گیرد. اما مشکلات کشاورزان ایرانی تنها به این مورد محدود نمی شود. محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی، نبود صنایع تبدیلی را مشکل صنعت کشاورزی کشور می داند. این مقام سنتی بودن روش های تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی کشور را مهمترین مشکل کشاورزی می داند. گزارش ها حکایت از آن دارد که نامناسب بودن صنعت حمل و نقل ایران در کنار محدود بودن امکانات بسته‌بندی به میزان ضایعات محصولات کشاورزی کشور افزوده است. روزنامه جام جم می‌پرسد جایگاه تحقیقات در کشاورزی کجاست؟ به گزارش دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد، توجه نکردن به مسائل علمی در بخش کشاورزی باعث خسارت به این صنعت و افزایش درآمد واسطه ها در این بخش شده است. با استناد به این گزارش، کمتر از 2% از دانشجویان کشور مدرک تحصیلی خود را در بخش کشاورزی گرفتند. البته به نوشته ایلنا، خبرگزاری کار ایران، مسئولین دولتی بدون توجه به تقاضای بازار پذیرش دانشجوی رشته های کشاورزی را حدود 140% رشد دادند. همین منبع از بیکاری 50% دانش آموختگان این بخش خبر می دهد. یکی دیگر از مشکلات اتکای کشاورزان ایران به روش های سنتی آبیاری است. به نوشته ایلنا، کشاورزی ایران هنوز سنتی باقی مانده، چون بارزترین نشانه آن یعنی وابستگی بیش از حد به بارندگی را در خود حفظ کرده است. در همین رابطه علیرضا الماس وندی، مدیر عامل شرکت منابع آب کشور، از وجود 110,000 حلقه چاه غیر مجاز در کشور خبر داد و راندمان آبیاری کشور در بخش کشاورزی را تنها 32% اعلام کرد. البته خبرگزاری مهر به نقل از مسعود علایی، معاون دفتر بهره‌وری آب کشاورزی، معاونت آب، خاک و صنایع جهاد کشاورزی، از تهیه الگوی مصرف بهینه آب برای تولید محصولات زراعی خبر داد. از دید آگاهان، وضعیت موجود صنعت کشاورزی ایران فاصله زیادی به افق سند توسعه چشمانداز 1404 کشور دارد که در آن تکیه به تولید سالانه 300 میلیون تن محصولات کشاورزی شده است.